4 روز از نبرد میان حماس و اسرائیل گذشته و حالا به نظر میرسه آتش اسرائیل بر غزه تندتر شده. تلفات اسرائیلی ها تا این لحظه 900 نفر گزارش شده و در مقابل 800 نفر از فلسطینی ها هم جون خودشون رو از دست دادن. همکارم نسیم بنایی اینجاست تا ما رو در جریان آخرین تغییراتی که در غزه اتفاق افتاده قرار بده. نسیم جان، 4 روز از جنگ بین حماس و اسرائیل میگذره و این تصاویری که الان داریم مشاهده میکنیم تصاویری هستن که از حملات دیروز به غزه است و در کنارش هم لایف هایی داریم از تل آویو و غزه. درسته، به نظر میاد که شبیه به زلزله هستش اتفاقی که رخ داده. یه سری تصاویر هم هستش که از فستیوال موسیقی اسرائیل هستش که اونجا هم 260 نفر جونشون رو از دست دادن. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته این جنگ طولانی و سخت خواهد بود. البته تلاش هایی هم برای پایان دادن به این قائله انجام شده و بیشتر شده حتی تنش ها، اما به نظر میرسه که هنوز ادامه داره. درسته، مثلا امروز شیعه سودانی نخست وزیر عراق به روسیه سفر کرد، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار داشت. این تصویر هم ازشون منتشر شده. ظاهرا پوتین توی این دیدار گفته که این جنگ محصول سیاست‌های آمریکاست. یک خبرهایی هم منتشر شد از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین. ظاهرا قراره به روسیه سفر کنه، اما باز هم باید منتظر بمونیم ببینیم خبرهای تکمیلی که ازش میاد به چه صورت خواهد بود. ما دیروز سر صحبتهایی داشتیم در خصوص نفت که حالا متأثر از تغییر و تحولاتی که توی به خاطر این جنگ اتفاق افتاده روند افزایشی پیدا کرده بود، اما به نظر میرسه امروز این روند افزایشی متوقف شده و درسته. یه مقدار روند افزایش شده. قیمت نفت تقریبا متوقف شد، حتی یک کاهش اندکی هم داشت. در مورد نفت یک تحلیلی منتشر کرد بلومبرگ و این پرسش رو مطرح کرده بود که آیا درگیری حماس و اسرائیل میتونه صادرات نفت ایران رو مختل کنه یا نه، و پاسخش این بود که نمیتونه، به این خاطر که مشتری اصلی نفت ایران چین هستش و به همین خاطر نه این درگیری و نه حتی تحریم های آمریکا نمیتونه اثری روی وضعیت صادرات نفت ایران بذاره. حالا که صحبت ایران شد، چارلز براون فکر میکنم رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته بود که من یک پیام رسا و روشن دارم برای ایران، اونم اینه که این بحران نباید گسترش پیدا کنه و ایران نباید در بحران اسرائیل درگیر بشه. نظر تو چیه در این باره؟ درست زهر، این آقا عالی ترین مقام نظامی آمریکاست که این نظر رو داده. به غیر از این آقا افراد دیگری هم صحبت‌هایی داشتن، از جمله صحبت‌های امانوئل مکرون رو داشتیم رئیس جمهوری فرانسه که گفته ما ردپای مستقیم ایران رو توی این ماجرا پیدا نکردیم، اما در این حال گفته محتمله که ایران به حماس کمک کرده باشه. دلیلش هم این بوده که توی بیانیه رسمی ایران که منتشر شده این بیانیه گفته مغایر با بیانیه‌ها و منافع غرب بوده. توی بحث آمریکا یکی از سناتورهای آمریکایی مثل اینکه یه اظهار نظری هم داشته درباره اوکراین، درسته؟ ظاهرا این شخص گفته که بیایم تمامی کمک‌هایی که برای جنگ اوکراین داریم همه این کمک‌ها رو متوقف کنیم و همه رو تخصیص بدیم به اسرائیل، به این خاطر که در حال حاضر خطر وجودی داره اسرائیل رو تهدید می‌کنه. توی کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل اینکه تحرکاتی دیده شده. نرسته. اگر اشتباه نکنم امارات اسد رو تهدید کرده. آره، ظاهرا امارات به اسد هشدار داده. سایت آکسیوس به نقل از منابع آگاه گفته که امارات به نظام سوریه هشدار داده که توی جنگ میان حماس و اسرائیل مداخله نکنن، یه وقت اجازه ندن که فلسطینی‌ها از خاک سوریه استفاده بکنن برای اینکه علیه اسرائیل از اونجا حمله‌ای رو تدارک بدن. خود اسرائیل هم پیام‌های تهدیدآمیزی داشته. بله داشته. ظاهرا اسرائیل از طریق فرانسه به حزب الله لبنان پیام تهدیدآمیز داده، گفته اگر حزب الله به این جنگ ورود کنه با همکاری نیروهای دریایی آمریکایی دمشق رو مورد حمله قرار میدن. یه جورایی به نظر میرسه که همه متحدای اسرائیل و حتی خود اسرائیل سعی دارن حالا با توسل به تهدید و ارعاب و هر چیزی که حالا در چنته دارن جلوی گسترش این جنگ رو بگیرن که طرف سومی وارد این جنگ نشه.
آخرین خبری که خیلی مهم بود امروز منتشر شد، فکر کنم اوایل غروب بود، درباره گذرگاه رفح بود که مصر گفته اون گذرگاه رو میبنده. درسته، این تصویر گذرگاه رفح هستش این پایین. حالا من یه تصویر دیگر رو نشون بدم. اینجا ما اون کنار نوشته رفح میبینیم گذرگاه رو، تنها جایی هستش که غزه رو به جهان خارج وصل میکنه. در واقع غزه اگر بخواد به دنیای بیرون راهی داشته باشه از طریق مصر هستش و همین گذرگاه رفح که الان مصر اومده این رو هم گفته تا اطلاع ثانوی بستمش. در نتیجه غزه توی حصر کامل قرار گرفته. حالا بحث مصر شد، در مورد مصر یک خبر جالب دیگه هم منتشر شده. ظاهرا مصر مدعی شده که دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتیش به نتانیاهو هشدار داده بودن و گفته بودن که یک سری تحرکات مشکوک دارن مشاهده میکنن، اما گفتن که نتانیاهو بیتوجهی کرده بهشون. بسیار خب، باید منتظر بمونیم ببینیم که واکنش مقامات اسرائیلی به این اخبار چگونه هست. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. سوالات و ابهامات خودتون رو با ما در میون بگذارید.